Olmadı peygamber diye. Çok peygamberin çe siyadeti. Ma kistim. آنان کیستن؟ تو چیستی؟ و یا تونر بچه ها اونها که سادات تازی نیستن همینه که کنار شما اطمینان داره استاد تو باشه کارفرمای تو باشه کنار اکثر کارفرما تو ایران سادات تازی هم. در سطح جهان اینا اسم لغوی اسم آریایی مارجایی بزنن بر خودش اینا سادات تازی هن. شجاع‌الدین شفا رو فرزندش داریوش ببینید چی میگه در مورد سادات تازی من شما تو باشه. بذارین ترجیح میدم اینو با یک خاطره برای حسن ختام تموم بکنم از طرف قاتلی که مربوط به پدر خودم میشه. زنده یاد شجاع‌الدین شفا. در زمان جشنای شاهنشاهی ایران یک آقایی به اسم جورج بال که این مشاور پشت سر همه چهار تا رئیس جمهور امریکا بوده، ایشون در یک مقاله نوشت خیلی تند و تیز علیه ایران که پسر یک قزاق زاده، قزاق بی سواد میخواد در ایران به خود اجازه بده که جشن 2500 مین شاهنشاهی ایران بگیره و در این جشن ملکه ایران به خود اجازه داده که از الماسی استفاده کنه رو لباسش به اسم دریای نور که این الماس از خزانه جواهرات هند دزدیده شده. پدر من یه رئیس بخش فرهنگی جشن‌ها بودن دیگه. پدر من رئیس بخش فرهنگی جشن‌ها بود و خب آقای بالم میشناخت یه جواب رونامه سرباز برای اینکه در امریکا چاپ بشه در بنده که از این روزنامه‌های مهم امریکا دادم از کدومشون بود و چاپ شد. چاپ شد بله بله که گفته بود که من آقای بالمن از شما یک سوال دارم و یک درخواست. سوال من اینه که چطور دولت امریکا میتونه مراسم 250مین یا 200 سال تأسیسش رو جشن بگیره با هزینه 2 میلیارد دلار و در این جشن نجوای جامعه امریکا شرکت کنند؟ این نجوای امروز امریکا از نسل اون 700 نفر قاتل و آدمکشی هستن که دولت انگلیس، دولت وقت انگلیس این رو برای اینکه از شرشون خلاص شه توی کشتی گذاشت و به سرپرستی سر ادوارد هالی اینا رو فرستاد به امریکا به سرزمین دو. اینو نوشتن و چاپ شد. اون نوشتن و در غیر از اون در ضمن یه درخواستی هم دارم برای ملت فضول ایران توضیح بدید، جهان سومی ایران و فضول توضیح بدید که چطور ملکه ایران نمیتونه از این الماس که از خزانه هند دزدیده شده استفاده کنه ولی اولیازن ملکه انگلیس میتونه از الماس دوقلوی این به اسم کوهنور که این بار هم از خزانه هند و هم از خزانه ایران دزدیده شده، دو بار دزدیده شده، این رو تاجش بذاره و هیچ کس هم ایرادی به این داستان نداشته باشه. این نامه خیلی سر صدا کرد. این نامه که خیلی سر صدا کرد اون موقع با آقای بال دیگه تعطیل کرد دیگه نوشته نیومد از ایشون بعد از این داستان. در واقع میخواین توضیح بدید با این خاطره که این یک تصمیم بود که برای ایران گرفته شد و اشتباه خود هم آقای بال گفته بود که در کتابی که نوشت بعدش که الان همه میتونن بخونن بخرن بخونن نوشت که پادشاهی میخواد وارد کلوب بزرگان بشه و نمیدونه تو این کلوب ما کسی رو راه نمیدیم توش و این میخواد اگر چیز با پادشاه ایران عاقل بود و همون رول پادشاهی که پادشاهان قاجار داشتن رعایت میکرد هیچ کس به کسش بهش کاری نداشت با این ترتیب عاقبت الان یه ذکاوت دیگه که ما داریم که حسادت بهش کردن نابودش کردن چون مخالف سادات تازی بوده سنت چکنی که از سادات تازی دکون میشه بس مثل رزاشا اون چیه بهاییت؟ بهاییت چون اومد با پیام زرتشت قرة العین زرین تاج عمود در دشت مغان پای این ریخت و این بهاییت چون خرد و خردورزی و انسان سازی نیست چون اینا انسان میسازن بعد الان چون انسان نباید باشه ذکاوت نباید باشه زیرکی نباید باشه الان چون ایران باز شروع کردن باهیه را آثار اذیت کردن چون اینا نابغن نختن اندیشمندن متحدن هم افتخار هر مملکتی هستن افتخار ایران اینا نابود کردن. خب اینها سادات تازی که با همه نوگرایی در ایران آریایی به هر نوعش مخالف هستن فرقی نداره کی هست کی نیست. شما از روز اول انقلاب یه فردی که میبینید شبان وصفیه میشه په میشه چه میشه تازه تو صفحه به اصطلاح مترقیه هست چه دروغ های میگه در حدی باید
باید احتیاج نداره که من از اشتفاع بکنم در سطح جهانی و ازش خوب خردمنده، ولی میخوام بگم هر چی خرده اینا باش مخالفه. Oppressed in very limited parts of Iran, they developed an antipathy, an attitude of hostility toward the Iranians, and this attitude became part of their socialization. 15 years ago, when it was abundantly clear that torture was going to be used as a continuing instrument of getting information from political prisoners and the revolutionaries, they searched for those people in Iran who were psychologically capable of brutalizing and torturing the revolutionaries. And unfortunately, they ended up with hiring a large number of Baha'is, and even the chief of Savak, General Nasiri, was a Baha'i himself. And today, most of those Baha'is who were torturing the Iranian political prisoners have fled the country. ما از دیرباز همه چیز اون با خرد بوده، با اندیشه بوده. شاهزاده شهید علیرضا پهلوی، دخترش ایریانا در چهارم مرداد ماه چشم به جهان میگوشه که پنجم مرداد ماه رفته شانشار یا مهرست و رضا شاه اینا میدونید که در مرداد ماه رو میدونید که چیست. اونی که امروز میخوام بهتون بگم اون راز اینه که راز اینه شاهزاده علیرضا پهلوی خردمند و اندیشمند بود، همه چیز هم سازماندهی میکرد، همه چیز هم با برنامه نصب بود. بهشون به من گفت تو باید آماده باشی که برای این ماه اوت اگست میگید شما و مرداد ماه بیای ما میخواییم عروسی کنیم، منظورش با پرنسس راه دیدار، و گفت همزمان در رفت بابا زاویش دیگری از نوادگان رضا شاه خواهد بود. یه همینجور گفته رفت، من نفهمیدم. بعدن که ایریانا در چهارم مرداد ماه به دنیا اومد من فهمیدم مزوش چی بوده. یعنی ببین تو اگه انسان خردمند ایرانی آریایی هستی میتونی زاویش فرزندان خودتون رو برنامه‌ریزی کنید که درست در بیاد. من این نکته بودی که همواره به دوستان عزیزم گفتم، با عشق زندگی کنید، با عشق فرزند سفارش بدید. من خودم نمونه بهتون میگم، چون امروز از شاهزاده علیرضا پهلوی سخن گفتم و باهاش در این مورد من بحث داشتم. نکته دیگه که میخوام بگم اینه، مثلا خودم در من دو تا دختر دارم و یه پسر. این پسر رو وقتی میخواستیم ما سفارش بدیم، این پسر رو وقتی که ما میخواستیم سفارش بدیم، من برنامه‌ریزی کردم، گفتم در روز زایش این یکی ما سفارش میدیم که در روز زایش آن یکی چشم جهان بگشاید. یعنی از 9 ماه تا 9 ماه دیگه، از 9 اکتبر تا 9 ژوئیه یا جولای سفارش داده شد با برنامه، با برنامه‌ریزی. اونها دیگه اسرار از الله نه تو دانی و نه من، حل ماما نه تو خانی و نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده در افتاد نه تو مانی و نه من. خیلی ها تو چیز میشتن فرزنده آقا اصلا ما چجوری کار بکنیم؟ اینجور کارا در بوداییست و اینا هندویا میگن ریاضت. میگه شما با یک پرسش و پاسخ حل میشه. شما در اندیشگاه اوستا، در اندیشکده اوستا، در اندیشگاه اوستا برید و ده ها کتابی که نوشته شده رو بخونید، هزاران مقاله رو مطالعه کنید، ساعت ها برنامه رو ببینید، چون هم این زنجیر به هم وصله تا بفهمید. یارو فکر میکنه که همه من هم کار میشستم این سوال بکنیم و جوابشو بدیم با یک کلمه، آره تو هم میتونی اون بچهات اینطوری بکنم. نه از این برحال به این سادگی نیست. ما در 9 اکتبر سفارش جردن آریا رو دادیم، آریا جردن رو، که در 9 جولای به جهان بیاد، و همه برنامه شد و خود دکتر هم اعلام کرد که ورودش 9 جولای است. ما همین چیزا هم تیادیم 9 جولای. بعضی وقتا این اتفاقات میفته. حالا دلیلی که همون شاهزاده علیرضا پهلوی برنامه‌ریزی برای پنجم کرده بود، ولی چهارم
ایرانا به دنیا اومد، چون نبود، حتی منم که بودم نتونستم جلوگیری کنم. چرا؟ چون وقتی که خانم بنده و پزشکش که فرانسوی بود دیدارها داشت که قرار بذاری برای زایمان و اینها، پزشکی رو گفت خانم این شما چکم درد داره و یکم چیز است و اینا، ما باید سزارین کنیم. سزارین کنیم؟ گفتم خب نداریم، ما میخوایم سزارین کنیم. گفت نه دیگه، چون حالا میخوایم سزارین کنیم میتونیم چند زمان زودتر این کار بکنیم. گفتم خب نه دیگه، عجله نداریم، نکنیم زودتر. خلاصه حرف دکتر به جاش نشست و که ما یه هفته زودتر سزارین کنیم. من همونجا به خانم عرض کردم، در مطب خود دکتر میشه، به فارسیش گفتم این خانم میخواد بره مسافرت ماه جولای و برنامه مادر رو هم میریزه، برای میخواد، چون مهم نیست اینجا. خانم گفت نه بابا مهم هست. نمیگفتم و شرط باید ببندم. همونجا باید داشتیم صحبت میکردیم، اون داشت کار میکرد و کار میکرد، بودم بودم خانم خب تعطیلات به زودی دیگه میرید شما که اینا. گفت آره من هم این روزی که شده سزارین بکنم فرداش هم میرم دیگه یک ماه مسافرت. گفت پس از دوم سوم شما میرید؟ نه پس اصلا نبودینم که بخواییم. گفت اینا من نمیم میمون. بعد گفتم خانم جان تو میخوایی بری وکانس، آن بگویش میگیم وکیشن، چرا قرارداد و برنامه ما رو به تاخیر میندازی؟ ما میخواستیم در زایش این دختر و در زایش این دختر که سفارش داده بودیم و در زایش این دختر چشم جان میگوشه فرزند رو به حساب کتاب باشه، حتی ما آریایی اینجوری هستیم، هزاران سال اینجور بودیم. شما میدونید در آیین اوستا، در زرتشتی، میدونید در اوستا، کتاب اوستا، هزاران سال پیش انواع پزشکی رو ما دست میدادیم. 120 جلد کتاب اوستا بودیم، مندیدات ها، اینا که اوستا نیست، این گاته ها فقط سروده های زرتشت آخرینه. ما 120 جلد کتاب داشتیم اوستا، اینا بوده، هر کدوم یه دانش سالها پیش گفتیم نوشتیم دیگه، بس چی نمیخوام بکنم. یکی از این 120 جلد کتاب در مورد پزشکی بوده. کارت پزشکی داشتیم ما، کارت پزشکی یعنی چی؟ یعنی جراحی مغز، جراحی فلانجا، جراحی فلانجا. ما جراحی انجام دادیم، مغز اصلش رو پخش کردم براتون. دیدم تو خود ایران جمهوری اسلامی میگه کشف شده، نمیتونن نگن کار پزشکی، باید کار پزشکی، یعنی پزشک کار. در یه کسی در حین کار دستش میشکسته، پاش میشکسته، جا میخواد بندازن، پزشک کار داشتیم، پزشک دارو، داروسازی داشتیم که درمان رو با خود مورد و غیره. ما داره مهد تمدن بشر بودیم، حالا برای ما این ساختن از تمدن ما. الان همین سری که اومد شما دیدین، این سری اومد دیدین، دیدیم چجور که همه چیز خراب کرد و شیخ و آخوند و ملا و همه آب برد و اینا. آقا زمانان تخت جمشید که بارها سیل اومده، تخت جمشید اینها سازه های زیرزمینی اینها به جو رو بوده و هست تا الان که سیل که میاد این آبا عزیزی که هدایت میکنی میکنی میبره بیرون میریزه توی رودخونه و دریا. سیل های ما هم برنامه‌ریزی شده بوده، سال هاست، قرن هاست، هزاره هاست، سیل همه جای جهان میاد. بارها در شیراز در تخت جمشید هم بارش شدید و سیل زیاد بوده، اما معماری تخت جمشید، معماری آریایی و کانالهایی که کشیده شده هنگام و ساختن تخت جمشید همیشه مانع این شده است که تخت جمشید آسیب ببیند. این یک نمونه معماری آریایی است. در سر تا سر میهن آریایی ما وجود داشته و دارند، از روزگاران کهن دانش شهریگری است. دوست حالا یک موارد من در برنامه گذاشته به شما عرض کردم که دو موردش چون دوست ترسید خود نظام پلید جمهوری اسلامی ثابت شده و آقایتون گوستم میدین که من گفتم اینها با اتحاد دوتا نیروهای اطلاعاتی خودشون، یعنی سپاه و اطلاعات وزارت اطلاعات ریاست جمهوری، چون الان متحد شده حکومتشون، قوه قضاییه، قوه